عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند به بخش ششم و بخش نهایی برنامه های امروز میرسیم. امروز مدت کوتاه‌تری در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت‌های گذشته به دلایلی بحث بر سر یک موضوع حیاتی و اساسی کشیده شد، ما اون نقش پیامبران خود ساخته در انهدام و در انحراف از دین پاک مقدس توحیدی بود و اینکه این کار دارای یک سابقه تاریخی است و در طول تاریخ زندگی بشر قدرت شیطانی منحرفین و توطئه‌گران دین به نحوی بوده و هست که اولین کاری که می‌کنند جلوی قباحت این کار زشت رو مسدود می‌کنند. و در واقع از نیروی عجیب و شیطانی خودشون استفاده می کنند، هم به کار تخریب دین می پردازند و هم جلوی اشاعه خبر تخریب رو مسدود می کنند. و این است که با اکثر افراد من جمله بسیاری از شما بینندگان که عظمت این خطر رو حس نمی کنید، عظمت این فساد رو حس نمی کنید. حالا میگه دیگه که آخوند دیگه بالاخره برای اینکه معاشش تأمین بشه و زندگیش تأمین بشه یه دروغی گفته، یک تهمتی زده یا احمق بوده نفهمیده، حالا دین به این چیزا خراب نمیشه، خیلی ساده از روش رد میشه، اشتباه میکنه. دین خدا که خراب نمیشه، نه، قرآن سر جاش میماند، ولی دین مال خدا نیست، دین مال شماست، دین شما خراب میشه، دین های دیگران هم خراب شده، دین شما هلاک میشه، خود شما هم هلاک میشه. اونها هیچ تضمین نداره که خدا بگه من از هلاکت تو جلوگیری میکنم یا از فساد دین تو جلوگیری میکنم. خدا دین نداره، خدا قرآن داره، تو دین داری، دین تو از بین میره. منظورم این که شناعت و فسادی که در این کار هست، قباحتی که در این کار هست، از دیده بسیاری از افراد پوشیده و پنهان مانده. در این قسمت که آب از سر ما گذشته با وجب‌های بسیار، باید به این موضوع اشاره بکنیم که فقط افرادی که دلالهای پااندازی و دلالهای توجیه فحشا و دلالهای توجیه وحشت و سبوئیت و تجاوز به اطفال هستند. این افراد نه تنها در این مورد این اقدامات رو انجام میدهند که فراتر از این، اینها این اعمال رو بخشی از بدنه اصلی دین توحیدی قلمداد میکنند و معرفی میکنند که این به هیچ عنوان بیماری نیست و جسارت و قباحت و بی حیا بودن و بی شرم بودن و بی شرافت و بی ناموس بودن رو تا اونجا پیش بردند که رسول اکرم چه در مقام رسالت و چه در مقام محمدی، مقام شخص محمد پسر عبدالله، و چه در مقام نبوت، دو شخصیتی است که در دنیا همتا ندارد.
نه در مقام رسالت و نبوتش و نه در مقام محمد بودنش، آدم معمولی که قرآن میگوید بگو من بشری اصلا مثل شما، اون بشر نه در حد پیامبری، در حد محمدی، در حد بشری هیچ بشری به ارتفاع او پرواز نکرده، هیچ بشری به کمال او نرسیده. در صداقت، در امانت، در عدالت، در پاکدامنی، در تمام لحظه های زندگیش عبد خدا بوده، گاه رسول بوده گاه نبوده. گاه نبی بوده گاه نبوده. نبوت او با دریافت وحی انجام می شده. وحی وقتی به او می رسیده نبی می شده. وحی رو ابلاغ می کرده نبوتش تمام می شده. ولی عبودیت او تمام نشده. عبودیت او تمام نشده. در هیچ زمانی نبوده که محمد باشه و عبد نباشه. خیلی قباحت میخواد، خیلی بیشرافتی میخواد، خیلی بیشرافتی میخواد، خیلی بیشرافتی که یک انسانی به خودش جرأت بده محمد را آلوده کنه. شما ببینید که کار رسوایی یک گروهی از آدم نماها، آدم خارها برای تأمین جیفه دروزه این دنیا به کجا رسیده؟ به چه کسی افترا وارد میکنند؟ ببینید که این بیشرافتی ها تا کجا رفته؟ به شخصی که در سن 24-5 سالگی، در اوج جوانی، در عنفوان جوانی، در اوج داشتن هورمون‌های جنسی و نیاز جنسی، نیاز طبیعی جنسی، نه پیامبر بوده اون وقت، نه رسول بوده، نه هیچ چیز دیگری، یک نوجوانی بوده که به زحمت کار می‌کرده و زندگی خودش رو تأمین می‌کرده و در اثر هوش و درایت و امانتی که داشته شهره آفاق بوده، بسیار زیبارو هم بوده. یعنی این کسانی که در زمان او را نقاشی کردند که یک نقاشی معروفی که بیشتر از بقیه نقاشی ها نزدیک به حقیقت هست، در موزه لوور پاریس هست و من خودم او را دیدم، انسان مبهوت زیبایی این انسان میشه. میگویند که از نسل او کسی که به او بیش از اندازه شبیه بوده از نظر ظاهر حسین ابن علی بوده، نوه او بوده. به هر حال در اوج زیبایی ظاهر و باطن، یک شخصی که در اثر داشتن تخصص و هوش و استعداد و درایت و مدیریت از یک شغل چوپانی ساده، یک یتیمی که از چوپانی ساده و دربدری و آوارگی در اثر استعداد و هوش خارق العاده ای که داشته و در اثر اخلاق و طهارتی که داشته به مقامی میرسد که نه از طرف خدا، از طرف مردم به نام محمد امین معروف میشود. که کدام محمد؟ محمد امین. در رابطه با زن و در امور شهوت و ادفاع نیاز جنسی وقتی به زندگی او نگاه میکنیم، بالاخره ما با تجربه باید آدم ها رو بشناسیم. یک مردی که از 24 سالگی تا 54 سالگی متحمل شده با یک زنی که از همون روز اول هم سن مادر بزرگش بوده،
مدت 30 سال با این زن زندگی میکنه. یعنی خدیجه ای که 40 ساله بوده میشه 70 سال، 71 سال عملا، و محمد 24 ساله هم میشه باید 54 سال. یک مرد 54 ساله، یک همسر 71 ساله، و این همسر 71 ساله فوت میکنه در اون زمان، و حدود 8 سال بعد از این واقعه رسول اکرم هم رحلت میکنه و از این دنیا میره. در مورد این شخص خیلی بیشرافتی میخواد که آدم به این شخص اتهام وارد بکنه و او رو بیمار جنسی معرفی بکنه و او رو سادیسمی معرفی بکنه و او رو وسیله‌ای بکنه که امروز تمام دشمنان عدالت و بشریت از همین قول ملاها و محدثین و این ویران کننده های دین و ایمان، از قول همین افراد، یک شخصیت کاذب و زشت برای محمد ساخته شده در دنیا که هر روز هزاران هزار توهین به ساحت بزرگوار او می شود. این افرادی که فاقد هر گونه صفت بشری هستند، این حیوان های درنده، این موجودات بی اخلاق، برای توجیه در اقدامات بیماری خودشون، بیمارگونه خودشون، در این کفر و انحطاطی که اسیر شدند، برای اینکه توجیه کنند تجاوز به دختر بچه 4 ساله امر مجازی است، و چون نمی توانند در قرآن این اتهام رو اثبات بکنند، این رو به رسول اکرم نسبت می دهند و اون مرد بزرگوار رو، اون صفت آدمیان، اون تتمه دور زمان، او رو متهم می کنند به جنایات تجاوز جنسی به دختران نوبالغ 4 ساله، و برای این کار سند می سازند، تاریخ را عوض می کنند، بخاری ها، طبری ها، ابن اسحاق ها، ابن هشام ها، همه اینها ملا هستند، جنسن همه اینها ملا هستند. در این توطئه جهانی و تاریخی، در این محاربه با اسلام و با اخلاق و با توحید که به سرپرستی و عضویت جامعه ملا انجام می شود، برای توجیه فحشا و برای تأمین لذتهای سادیسمی قدرتمندان جهان و برای تغییر و نشان دادن تقدس فحشا در قرآن و در اسلام، سعی کردند که به سر چشمه بروند و از اون سر چشمه بگویند این محمد رهبر ما، خود او یک بیمار جنسی بوده، ولی این بیماری جنسی نیست، دستور خداست. پیامبر هم اگه بیمار جنسی می شود نمی شود، ولی پیامبر این کار رو کرده. ما به عنوان اهل سنت، ما به عنوان اهل تشیع، ما دنبال روی عمل پیامبر هستیم. تمام تاریخ‌های دنیا، تمام احادیث و اخبار مطمئن و قوی رأی بر این دادند که محمد با این بچه صغیر رابطه جنسی داشته. محمد یک پیرمرد 54 ساله، برای اون وقت خب پیرمردن بوده چی بوده؟ آدمی که انقدر بیمار بوده، انقدر ضعیف بوده که 8 سال بعد رحلت میکنه، این آدم بیمار جنسی بوده و به عایشه تجاوز کرده
و نه تنها او بیمار جنسی بوده و نه تنها او متجاوز بوده و نه تنها او فاقد اخلاق بوده، که بزرگترین شخصیت عرب، آبرومندترین و مطمئنترین شخصیت اون زمان، همینطور که محمد به امانت معروف بوده، ابوبکر هم به صداقت معروف بوده، عنوان صدیق رو طایفه و نژادش به او دادند، نه پیغمبر و اسلام. صفتش صفت صدق بوده. او رو هم همگام خودشون میکنند و میگویند همینطور که ما پا انداز هستیم به نام خدا، با اجازه خدا، ابوبکر هم پا انداز بوده، پیامبر بیمار جنسی بوده، ابوبکر هم پا انداز بوده، کسی که دومین شخصیت و اولین صحابه پیامبر بوده، این شخص علاوه بر اینکه خودش بیمار جنسی بوده، دختر خودش رو به معرض شکنجه و تجاوز یک بیمار جنسی قرار داده. ملاحظه بکنید که کار ملا تا کجا میره، ولی دست بر نمیداره، ولی دست بر نمیداره، هر دو پا در یک کفش، که همین از تو جز این نیست، که این کار بیماری روانی نیست، این کار تجاوز نیست، این کار تقدس است. حتما حکمتی در این کار بوده که پیامبر به دختر 4 ساله تجاوز کرده. چرا ما تجاوز نکنیم؟ تجاوز کردن به دختر 4 ساله گناه نیست. شما مگه سنت پیغمبر رو قبول ندارید؟ بنابراین اگر پیامبر چنین میکرده، شما عقلتون بیشتره یا پیامبر؟ پس این کار باید متداول بشه. یعنی شما نگاه بکنید به این توطئه ای که 1500 سال است که خودش رو تقویت میکنه، که کسانی که دارای قدرت غیر مجاز هستند، دارای ثروت غیر مجاز هستند و دارای امکانات غیر مجاز هستند، اینها بتوانند که الان نشسته شخص حکومت رو گرفته، حاکم شده، اون بالا نشسته، پول داره، قدرت داره، رعیت داره، مردم همه بی قدرت شدن، مردم همه کالا شدن، مردم همه وسیله تمتع او شدند، الان چه کار باید بکنه؟ الان نشسته اینجا، صبح شد، زور شد، شب شد، هی میخوره، هی میخوابه، چه غلطی باید بکنه؟ خب این باید سر خودشو گرم بکنه دیگه. بالاخره نیاز جنسی یا بیماری جنسی یا سادیسم جنسی یا تحریک جنسی، هر چه اسمش رو بگذارید، اقتضا میکنه که کارهایی بکنه. خب کارهای طبیعی رو همه انجام داده، زن آوردن براش، مرد آوردن براش، پسر بچه براش آوردن، الاغ براش آوردن، بز براش آوردن، گاو براش آوردن، مرغ براش آوردن، همه کارها رو میکنند اینها، همین سلاطین ما، همین فرماندهان ما، همین رهبران ما. حالا چی کار بکنم دیگه؟ خسته شدم بس که این کارهای مختلف رو کردم، از جانور گرفته تا انسان، هر گهی بوده خوردم، حالا باید چه کار بکنم؟ چی حالا باید دختر 5 ساله رو امتحان کنم؟ پسر 4 ساله رو امتحان کنم؟ ببینم اون چه جوری میشه آدم؟ اون چه حالی با آدم دست میده؟ خب جامعه چی میگه؟ جامعه غلط میکنه هر چی بگه. نه نه نه، من نمیکنم این کار رو، خطر داره، یک مرتبه این مردم میشورین بر من و من سقوط میکنم. بالاخره این مردم هم یک تحملی دارن، الله ظاهر میشه. هیچ نگران نباشید حضرت سلطان، اولا که ما یک خدای آفریدیم برای این بشر، که اگر شما بند بند او رو جدا بکنید، جلوی روی او به کسان او تجاوز دست جمعی هم بکنید، دست شما رو میبوسه. یک خدای وحشتناکی برای اینها آفریدم، که اینها اسم اون خدا که میاد شروع میکنن به لرزیدن. نگران نباشید، من از طرف اون خدا و از طرف پیامبر اون خدا مکتبی ساختم، که در این مکتب به نام اون خدا ما توجیه میکنیم، ما ملاها، ما نگهدارنده منبر پادشاهی هستیم. ما به مردم میگوییم که محمد هم همین کار رو میکرد،
شما با محمد مخالفت میکنید؟ شما عقلتون بیشتر میرسه یا عقل محمد؟ البته عقل محمد. وقتی محمد تجاوز به دختر 4 ساله رو برای یک مرد 54 ساله مجاز اعلام کرده، تو چه احمقی هستی که مخالفت میکنی در مقابل این خدای وحشتناکی که بالای سر توه؟ هیچ، من غلط میکنم حرف بزن، دختر من رو هم ببرید برای حضرت سلطان. و چنین هم میشود، یعنی تقدس بخشیدن به فحشا و سوء استفاده از دین و دین رو وسیله امرار معاش قرار دادن، دین رو وسیله قدرتمند شدن قرار دارن، یا به زبانی که قرآن میگوید قرآن رو به ثمن بخس میفروشند. این کسانی که شیطان واقعی هستند و کسانی هستند که با قدرتی که دارند از شیطان یک تصویر خیالی مجازی میسازند که خود اینها پشت اون عکس پنهان میشوند. دیدید شما برای شیطان شاخ درست میکنن، دم درست میکنن، دندونهای تیز درست میکنن، چشمهای خونی درست میکنن. این هنرمندی هایی که میکنن و این کارهایی رو که میکنن برای این است که این افراد پشت اون قیافه ها پنهان بشوند. ما که شیطان نیستیم، شیطان اون شکلیه، دندونهای من مثل شیطانه؟ نه، دندونهای شما خیلی هم قشنگه. گوشام چی؟ گوشام هم به این قشنگی. موهای سرتون چی؟ به این خوبی و قشنگی شانه کردید. اون شیطان همه موهاش اینطوریه، شاخ داره، دماغش انقدر درازه. شما که قربان دماغ، بله من فهمیدم من شیطان نیست. یعنی اینها شیطان می آفرینند که شیطان خودشون رو پنهان کنن، اینها رسول می آفرینند، پیغمبر می آفرینند که پیغمبر حقیقی رو پنهان کنن، اینها سنت می آفرینند که سنت واقعی رو پنهان کنن. همه این جعلیات رو انجام میدن، همه این انحراف ها رو به دین وارد می کنند برای رسیدن به یک هدف واحد. هم پا اندازی نیازهای بیماری جنسی قدرتمندان جهان رو تأمین بکنند و هم خود اونها خرد شهوتی از این بازار شهوت جمع آوری کنند. بالاخره اونها هم به یک نوایی برسند، هم دارای ثروت بشوند، همین ملاها، هم دارای قدرت بشوند، هم دارای امکان شهوترانی بشوند. بالاخره سلطان چقدر میتواند شهوترانی بکند؟ این افراد وقتی که برای فتح علی شاه از همین حدیث و روایت جواز میبرند که شما تا 700 عدد زن میتوانید بگیرید قربان، بر اساس این احکامی که ما از خدا و از پیغمبر گرفتیم. خب گفته می شود که این ملای باهوش و شیطان صفت در واقع دربار فتح علی شاه رو فاحشه خانه خودش کرده، چون فتح علی شاه با 70 تا زن میخواد چه کار بکنه؟ نه، قشون هستن. آدم 700 سال هم عمر داشته باشه، یک بار نمیتونه با یک کدوم از اینها ملاقات داشته باشه. این همه زن گرفتی چه بکنی احمق؟ همین ملا این زنها رو برای او گرفته، زنهای او نیستن، حرم او فاحشه خانه همین ملا هاست، همین کارگران درباره، همون کسانی است که این ملا ها به اونها رشوه میدن، از اونها حمایت دریافت میکنن که این چیزی رو که به نام حرم حضرت سلطان بنا کردن فاحشه خانه شهره که ازش استفاده بکنن. به نام کی؟ به نام قرآن. به نام کی؟ به نام دین. به هر کسی که میخوان رشوه بدهن، 4 تا فاحشه رشوه میدهن، 4 تا دختر جوان رشوه میدهن به اضافه یک مقداری پول که حمایت اونها رو انجام بدهد. این سخنان 1500 سال است که گفته نشده، برای اینکه هر کسی گفته من اگر این حرفا رو بزنم حقوقم قطع میشه، امنیتم به خطر میفته، آبروم میره. بالاخره هر کدوم از ما تو زندگی کارهای بدی هم کردیم، مثل خود من. خب من اگر بخوام امروز آبروی این ملا رو ببرم، این ملا هم آبروی منو میبره. من اگر به او انتقاد کنم، اسرار او رو برملا کنم، او هم اسرار منو برملا میکنه.
اسرار من برملای دنیا هست. آدم خوبی نیستم، هرچه هستم همین هستم که هستم. چیزی رو از کسی پنهان نمی کنم، چون کسی رو تا اون حد آدم حساب نمی کنم که من بخوام خودم رو پنهان کنم در مقابل اون. یک همچین غرور فرعونی هم من دارم، علاوه بر اینکه نترس هستم، جسور هستم. اگر ما بتوانیم نقاب از چهره این دشمنان واقعی بشریت برداریم و فریب این زیورآلات و فریب این تجمل و فریب این جلال و شکوه شیطانی رو نخوریم که امروز اینها به جایی رسیدند که انسان رو یاد شعر فردوسی میاندازه، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار، که تاج کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. اینها هستند که باید نقاب از چهره بردارند تا مردم ببینند اینها یک زمانی با 2,000، 3,000، 5,000 پول، نیم تومن پول و روزخانی و گدایی یک زندگی رو میگذراندند. رؤسای اینها برای پادشاهان و سلاطین کار میکردند. انقدر پول نبود که به همه اینها پول بدهند. هر کسی در هر دهی که بیکار میشد و شغلی نداشت، یک گونی نان خشک و یک کوزه آب پدرش دستش میداد بیا در حوزه علمی ملا بشه. اینها اونها هستند. هر چه دارند و ندارند از شرافت و ایمان میفروشند برای رسیدن به قدرت و برای خدمت کردن به شیطان. کسانی که در رأس قدرت هستند جز شیطان نمیتوانند چیز دیگری باشند. چون عرض کردم در ساعت‌های قبل که قدرت چیزی نیست که شما کشت بکنید، یک دانه گندم بکارید، 70 گندم رو درو بکنید و بگویید این 70 دانه گندم از اون یک دانه گندم به وجود آمده. قدرت قابل کشت نیست. قدرت یک قدر مطلق محدوده که آدم‌ها برای انجام کارهاشون اون امکانی رو که خدا بهشون داده بهش میگن قدرت. بنابراین شما وقتی قدرت‌های مردم رو می‌گیرید، مردم بی‌قدرت میشن و شما قدرتمند میشین. این کار شیطانی است. به این لحاظ هر که در جهان بیش از یک واحد قدرت قدرت داشته باشد شیطان است. هیچ استثناء و تردید هم در این کار نداره. شیطان هم شیطان است. شیطان خوب و بد هم ما نداریم. همه شیطان ها شیطان هستند با مشخصات شیطانی. و شیطان دندان دراز ندارد، دندان گراز ندارد، چشم خونین ندارد. اتفاقا شیطان ها چون از بهداشت برخوردارند، تغذیه خوب برخوردارند، ورزش میکنند، نرمش میکنند، گرمش میکنند، خیلی هم اندام های خوبی دارند، صورت های خوبی هم دارند. اصلا هم این شکل های عجیب غریبی که میکشند اینها درون شیطان هاست، نه بیرون شیطان ها. و خود شیطان ها خودشون رو نقاشی میکنند، اون شکلی نشان میدهند، درون خودشون رو نشان میدهند که بیرون اونها رو کسی نبینه. بشر باید از خواب بیدار بشه. هر دینی رو باید با کتابش بشناسه. ما قرآن رو نه با محمد میشناسیم نه با محمود، ما قرآن رو با قرآن میشناسیم. بین ما و خدا جز کلام خدا، جز حکم قلم خدا، هیچ واسطه‌ای، هیچ انسانی وجود نداره. اگر ما این رو یاد بگیریم، اون وقت میفهمیم که بار بسیاری از این کاری که من نام او رو پا اندازی و تأمین فحشا و تقدس فحشا مینامم فقط ملا نیست که پا انداز است،
ملاسازها هم پاانداز هستند. کسانی که سکوت میکنند در مقابل این ملاها، اونها هم پاانداز هستند. کسانی که از کار این ملاها بهره میبرند پاانداز هستند. هر کسی هر نوع منافعی از این گروه میبرد و هر کسی که به این گروه وابسته است و به این گروه متکی است، مانند خود همین گروه است. هیچ تفاوت نمی کند که شما پااندازی بکنید یا زندگی یک پاانداز رو تأمین بکنید یا وجاهت او رو توجیه بکنید و تضمین بکنید و تعریف بکنید. همه اینها یکی است. اما یک مطلبی که در اینجا باید گفته بشود و این آرامش خود شما بیننده را هم به هم بریزه که آرامش بی جهت دارید، نباید داشته باشید، و اون این است که ما نگاه بکنیم که درست است که اینها شیاد هستند، دزد هستند، دروغگو هستند، پاانداز هستند، خائن به دین، خائن به همه ارزش های بشری هستند. همه اینها را قبول کردم، اما چه کسی نردبان اینها شده برای بالا رفتن؟ در شما ایجاد وحشت کردن، خدای خرافه ساختن، خدای وحشت ساختن، خدای شاخدار ساختن، داستانهای خرافی ساختن، جن در حمام ساختن، تمام چیزها رو من هم میدانم ساختن، همه اینها رو ساختن. دین رو به لجن کشیدن، عقلانیت دین فراموش شده، دین شده مجموعه ای از شهوترانی و خباست و دزدی و سرقت و باج دادن و وحشت. اینها رو هم میدانم. یک سوالی که شما باید حالا جواب بدید، اینها که الان در بام فساد هستند و با قدرتمندان در ارتباط و تعامل هستند، اینها از کدام نردبان استفاده کردند؟ از اول که قدرتمند نبودند، از اول که سلطان شناس نبودند، که سلطان که از اینها کمک نمیخواست، که چطور شد اینها به دربار سلطان رسیدند؟ چطور شد اینها به جایی رسیدند؟ فقط در ایران عرض نمی کنم، قصد من اصلا صحبت سیاسی نیست که با کشور خاصی، کل این طبقه رو دارم عرض میکنم. اینها از کدام نردبان بالا رفتن؟ میخوام به این نتیجه برسم که اینها از نردبان شما بالا رفتند، اینها با پول شما بالا رفتند، اینها با حمایت شما بالا رفتند. امروز در مسجد هامبورگ، همون ملای مسجد هامبورگ که برای من هم پیغام داده که با پول بگیرم با او را رها کنم، پاسخ من به او این است که کوچکتر از این هستی که به من پول بدهی. کسانی که تو از اونها پول میگیری، قبل از تو اونها پیشنهاد این کار رو کردند و تو دهنی خوردند. اما غرض من این نبود که اون بحث رو مطرح بکنم. این ملای هامبورگ رو در نظر بگیرید، امروز 700 هزار یورو، یعنی یک چیزی نزدیک فکر بکنم کسری از 1,000,000 دلار پول مردم رو که برای کمک به هر نحوی که این ملا صلاح بداند در اختیار او گذاشتن، این پولها رو در حساب بانک گذاشته و 5 سال هست که مردم افغانستان، این زنان و این بچه ها از تشنگی می سوزند، از گرسنگی می میرند، از میکروب و چرک و کثافت مانند کرم توی خاک می لولند و کسی به داد اینها نمی رسه. بارها به این شیخ، به این آقای ملا گفته شده که طرف خود من هم پیغام فرستادم که آقا شما شرعاً از نظر قرآن، از نظر انسانیت این پول رو چرا نگه داشتید داخل در این حساب؟ گفته برای اینکه نماز جمعه که در اینجا میخوانه گاهی از اوقات کوچک میشود، ما میخوایم زمین بخریم، سالن نماز رو بزرگتر بکنیم که نمازگزاران بتوانند نماز بخونند. از ایشون سوال کردیم که جای بزرگتر برای نماز جمعه واجب تر است یا 2,000,000 زن جوان
ولیتیم های اینها که در افغانستان زیر پل میخوابن، کدام یک واجب تر است؟ به نظر تو با این شعور نداری، با این حمالی که تو داری، به نظر تو احمق این واجب تر است یا اون؟ گفته نه، همین پول تو بانک باشه سالن مسجد رو بزرگتر بکن. هفته گذشته به من خبر دادند که طبق قانون سازمان های خیریه در آلمان، اگر یک مؤسسه غیر انتفاعی non-profit organizationی بیش از 5 سال یک پولی رو که از تبرعات مردم، از کمک های مردم دریافت کرده، به مقصدی که مردم به او سفارش کردن نرساند، این پول درآمد متفرقه و غیر انتفاعی محسوب میشه، یعنی غیر از خیریه محسوب میشه، درآمد معمولی محسوب میشه و مشمول مالیات میشه. 42% از این 1,000,000 دلار تا چند روز دیگه توسط دولت آلمان از این حساب برداشته میشه به عنوان مالیات. و الان صحبت هست که چون سال ششم شده، 42% دیگر هم از مازاد بردارند، یعنی 420,000 دلار از این 1,000,000 دلار به عنوان مالیات سال اول بعد از 5 سال، سال پنجم، و فرض کنید که حالا 600,000 دلار، 580,000 دلار باقی میمانه. صحبت این است که الان چون سال جریمه دوم شروع شده، 42% دیگه هم از اون 580,000 دلار بردارن که 340,000 دلار بشه، یعنی 1,000,000 دلار تبدیل به 200,000 دلار بشه. چرا؟ برای اینکه من یک قیصریه رو به باد میدم به خاطر یک دستمال. من اگر از آخر این معامله 1,000 دلار برای من بماند در جیبم بگذارم، به جهنم که 1,000,000 دلار بر باد رفت، به جهنم که 1,000,000 بچه افغانی مرد از بین رفت. من چه کار کنم؟ من 2,000 دلار از این 1,000,000 دلار رو در جیبم بگذارم، برای من کفایت میکنه. سخن این است که چه کسی این 700,000 یورو یا 1,000,000 دلار رو به این ملا داده؟ من راجع به پولهای عربستان اینها صحبت نمی کنم، اونا یه پولهای دیگه است، وارد نشید به اون. این پولهای خورده ایست که ظرف چند سال مردم دادن، این مقدار پول شده. اون پله ای که عرض می کنم که این ملا از کدام پله بالا رفته که امروز سلطان شناس شده، اون رو عرض می کنم که شما باید معرفی کنید و ببینید که آیا شما مردم هم در این کار و در این جنایت مجرم هستید یا نیستید. ما تا قبول حقیقت نکنیم، تا قبول واقعیت نکنیم، تا خاکروبه و لجن خودمون رو در خانه همسایه خالی می کنیم، به هیچ کجا نخواهیم رسید. یکی از کارهای احمقانه ای که در آمریکا میشه، در شهرهای آمریکا میشه، البته الان قوانینی هست که جلوی این کار رو گرفتن نسبت به خاکروبه، ولی نسبت به آدمهایی که از خاکروبه بدتر هستند هنوز قانون تصمیمی نگرفته. یعنی در گذشته شهرها خاکروبه های خودشون رو میریختن در به اصطلاح این قسمتی که شهرهای سازمان یافته نیستن، بیابانیست بین شهرها، میریختن اونجا در حریم اون یکی شهر، به جای اینکه خاک رو برای ببرن و در جای دفن کنن و فکری بکنن براش. این مال سالهای پیش بود، الان دیگه نمیگذارن این کار رو بشه. ولی شما اگر در یک شهر یک آدمی رو پیدا بکنید که مثلا ظاهر ناراحتی داره، نمیدونم ژولیده است یا بیمار روانیه یا شکل دزد هاست یا هیزا یا هرچه، نمیخوایدش، میپرسید آقا شما شغل داری؟ نه. تو این شهر چه میکنی؟ هیچی. اهل اینجا هستی؟ نه. پس موجود مزاحم بیکاره هستی، اینو باید از این شهر برو بیرون. کجا میبرنش؟ میبرنش مرز این شهر و شهر پلوی اونجا میاندازنش. ما تا وقتی که تقصیر رو به گردن هم میاندازیم، من که پولی به ملا ندادم،
چطور فکری به پولی مولا ندادی؟ جامعه تو به مولا پول دادی، جامعه ای که تو هم متعلقه به همون جامعه هستی، ایمان تو هم کم و بیش مثل ایمان همون کسیست که به این مولا پول داده. اگر ما به این جنایات، به وسعت این جنایات اشاره میکنیم، به شدت این جنایات، به جهانی بودن این جنایات، به تأثیر درمان نشدنی و مصیبت هایی که ناشی از این جماعات میشه اشاره میکنیم، به نردبان هایی که اینها روش استوار هستند به اونها اشاره میکنیم، باید قبول بکنیم که ما هم جز به کسانی هستیم که این مولا پایش رو روی شانه من گذاشته بالا رفته. من تا زمانی که این حقیقت رو قبول نکنم، این شانه های من نردبان همین مولاها خواهد بود که به ارتفاع و ارتقا برسن و به دربار سلاطین و قدرتمندان برسن و با اینها متحد بشوند و کار دنیا روز به روز فاسدتر و فاسدتر بشود. در دعایی که با نشأه گرفتن از سوره مبارکه مدثر از کلام الله مجید استخراج کردم و وقتی که این سوره رو می‌خواندم دچار یک حالاتی شدم که به فکر فرو رفتم که اون شاعری که گفت چندین چراغ دارد و بیراه می رود، خودم رو دیدم. 6400 نورافکن در این کتاب روشن شده و ما در تاریکی راه می ریم. 6400 نورافکن انداختن و ما کورمال کورمال توی تاریکی راه میریم که زمین نخوریم و اصلا این نورافکن ها رو نگاه نمی کنیم. از یک کوری یا از یک شیادی که در تاریکی قدم بر می داره، از یک خفاشی که ضد نوره سوال می کنیم راه کجاست. از این قرآن سوال نمی کنیم که راه کجاست. این قرآن که خودش رو آماده کرده و در اختیار ما گذاشته، ما از این قرآن نمی پرسیم. ما از اون خفاش سایه پرداز در سایه زندگی کنی که سایه پرسته، از اون می پرسیم خورشید کجاست، از او میپرسیم روشنی کجاست. از این خفاشی که در ظلمت زندگی میکنه و نمیتوانه نور رو ببینه، از او میپرسیم که نور کجاست، جاده کجاست، روشنایی کجاست، بالاتر از همه خورشید کجاست. ما ببینید ما چه نامی داریم. من دهانم به حقارت و جسارت بر نمیاد، خود شما ببینید چه هستید. از خفاش سوال میکنید خورشید کجاست، خفاشی که ذره نور چشم او رو کور میکنه و برای همیشه نابینا میشه. از این موجود، از این خفاش میپرسید که خورشید کجاست، در حالی که این کتاب به شما میگوید الله نور السماوات والارض، خدا این کتاب شناسای خداست دیگه، داره آدرس خدا رو میده. ما بر نمیخیزیم، ما از این کتاب نشانه خورشید رو نمیگیریم، ما از این کتاب محل نور رو نمیپرسیم که میگوید من میدانم که نور کجاست و من میدانم که خدا در دل نور است و نور در دل خدا. راه من رو دنبال بکنید، راه نور رو دنبال بکنید، راه پرتو نور رو دنبال بکنید تا به خورشید برسید. ما این پیام رو از این کتاب نمیپذیریم. ما مردمان بدبخت، ما مردمان بدبخت نردبان این شیادان شده ایم. ما خدای رحمان و رحیم رو فراموش کرده ایم و ما خدای ظالم
و شیطان رو به جای خدا قرار دادیم و شیطان پرستان رو رهبران خود قرار دادیم و شیطان پرستان ها رو قائد خود ساختیم. این باید در ما زیر و رو بشود. ما باید در خودمون انقلاب فکری ایجاد بکنیم. ما باید ببینیم در کنار این مظهر نور، در کنار این قرآن بر ما چه گذشته است که در تاریکی زندگی میکنیم، بر ما چه گذشته است که این خفاش صفتان بر ما سلطنت میکنند، بر ما حکومت میکنند، برای ما دین معنی میکنند، دین توجیه میکنند، دین بنا میکنند. و دختران 4 ساله ما رو قربانی میکنند، قربانی ارباب های خودشون میکنند و میگویند قرآن چنین گفته و رسول اکرم محمد امین بزرگترین شخصیت بشری در همه دوران ها کسی که خدا به او، خدا به او و به امانت او باور کرده است، کسی که خدا امانتداری او رو پذیرفته است و به او اطمینان کرده است و به او اعتماد کرده است که او رو حافظ کلام خدا قرار دهد. محمد حافظ ناموس خداست، محمد امین ناموس خداست. این بی صفتان، این خفاش صفتان، این بی شرافتان محمد امین رو متهم به سادیسم و کودک آزاری می کنند، چنین می کنند که با توجیه این کار به قیمت افتراء به محمد برای خودشان سنت تجاوز به دختر 4 ساله رو سنت محمدی معرفی کنن. و از کسی که قرآن مجید او رو ام المؤمنین معرفی کرده، عایشه بزرگوار، قرآن او رو ام المؤمنین مادر مؤمنین جهان معرفی کرده، از او شخصیتی بسازند که قربانی سادیسم جنسی محمد بوده است. سوال این است چه کسی نردبان این شیاطین شده است که به جایی برسند، به بامی برسند که امروز بر ما حکومت کنند، دین ما رو به این روز در بیاورند، فرهنگ ما رو به این روز در بیاورند، جوانهای ما رو از دین فراری بدهند، همه ارزش‌های نیکو و زیبا و منطقی قرآن رو بر باد بدهند، قرآن رو به صورت یک کتاب منفور در جامعه در بیاورند. نترسید، حقایق رو بگویید، به جوانها مراجعه بکنید، ببینید به قرآن چگونه نگاه میکنند، چه کسی این جوانان رو به این صورت در آورد، یعنی جامعه رو، این شیادان و این خفاش صفتان جامعه رو به روزی در آوردن. یک عده آدم بی تفاوته، مثلا میگه آقا من نه با این قرآن کار دارم نه میفهمم، توهین هم نمی کنم، کاری هم ندارم، من زندگی خودم رو دارم، یک دینی هم از پدرم دارم که دارم دیگه، با اون دین منو خاک بکنید برم، تمام شد، اصلا با من بحث و گفتگو نکنید. یک عده دیگری هستند که نه، میگویند که این قرآن از اول تا آخرش یک کلام حرف حسابی نداره، مثلا قابل فهم نیست. یک عده دیگه میگویند که شما قرآن رو در عمل ببین، قرآن یک تخمه، یک دانه است، کاشتن این درخت مسموم به وجود آمده. ما این تخم قرآن رو نمیشناسیم، اما ما این درخت مسموم
و ضد بشری رو که به نام اسلام در جامعه وجود داره میشناسیم. ما فکر میکنیم که داعش عین محمد. شما غیر از اون رو نشان بدید. شما یک حرکت اسلامی، یک مؤسسه اسلامی در یک جایی به ما نشان بدهید. امروز، هزار سال پیش رو رها کن. امروز شما کجای دنیا مظهری از این اسلام تئوری آقای آقاسی میبینید که محبت و رحمت و احترام متقابل و عدالت نسبی بین اتباع و طبقات اون جامعه وجود داشته باشه؟ شما به ما معرفی کنید. پاسختون چیست؟ این است که این اقداماتی که اینها میکنند به تنهایی اینها نمیتوانستند نه به حکومت برسند، نه به قدرت برسند، نه به خدمت قدرت کاران برسند. چه کسی امروز اون مفتی رو در عربستان قرار داده که یک زن مجاهد رو، مجاهد منظور من حزب مجاهد یا گروه مجاهد و اینها نیست، من با گروه ها و افراد کاری ندارم، یک زنی که در جهاد برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حقوق مدنی جان خودش و سر خودش رو از دست میده و اون مفتی میگوید این شمشیر من شمشیر خداست، مال من نیست، ببخشید من شما سر شما رو میبرم، خدا داره سر شما رو میبره. چه کسی این مفتی رو مفتی کرده؟ من و تو، سکوت من و تو، ترس من و تو، وحشت من و تو و خودخواهی من و تو و طمع من و تو کافیست که ما برای حفظ منافع خودمون سکوت بکنیم و اکثر ما هم همین طور هست، سکوت کردیم. تعدادی از ما از این آخوندها خواستیم به عنوان نردبان استفاده بکنیم ولی برگشته اونها از ما به نام بردگان بر نردبان استفاده کردند. ما احتیاج به یک انقلاب فکری داریم. همه ما احتیاج داریم که دقایق دیگر من از حضور شما مرخص میشم، این تلویزیون رو ببندید، تلویزیون های دیگر رو هم ببندید، برید در یک اتاق تنها یک وضوئی بگیرید، یک دو رکعت نماز آرامش بخوانید، یک لیوان آب میل بکنید، یک چایی میل بکنید، بنشینید با خودتون فکر بکنید که من با این عمر خود چه کردم تا به حال و بعد از این میخوام با عمر خودم چه بکنم؟ من چه رابطه‌ای با این کتاب قرآن دارم؟ خودتون به خودتون راست بگید. و من نسبت به این قرآن چه بدهی دارم؟ من از این قرآن چه آموختم؟ اینها سوالاتی است، لیست بکنید برای خودتون. فکر بکنید. من از این قرآن چه آموختم؟ من از این قرآن چه میدانم؟ من از این قرآن چه میخوانم؟ من از این قرآن چه میخواهم؟ آیا من از اون چی که دارم، از ارزش‌هایی که من دارم راضی هستم؟ آیا من از نقشی که در جهان دارم، کم یا زیاد، اندک یا بسیار، راضی هستم؟ آیا من سهمی در این قحطی جهانی میبینم؟ آیا من در این ظلم جهانی سهمی برای خودم میبینم؟ آیا من در این جنایتی که در هر لحظه در دنیا انجام می شود برای خودم سهم جنایی قائل هستم یا نیستم؟ این سوالات رو از خودتون بکنید و ببینید مسئولیت فرد ما به عنوان یک عنصر، به عنوان یک فرد در این جامعه چیست و ما تا چه میزان با مسئولیت‌های خودمون آشنا بودیم و تا چه میزان به مسئولیت‌های خودمون وفا کردیم و دین خودمون را ادا کردیم. من سپاسگزاری میکنم از خانم فرح امین، مرقوم فرمودند که من فدای این حقیقت گویی که از اعماق وجود سرچشمه میگیرد. من سلام میکنم به حفیظ جان. حفیظ مرقوم فرمودند که این کسی که در هامبورگ اسمش سمتش رو اسم بردید، اسم خبیثش سادات است.
جناب حفیظ همینطور اشاره کردن که از ساده دلی ما استفاده میکنن. خانم امین از نردبان یا از دزدان یا نردبان به هر حال تشویق کردن و حمایت کردن. خانم بهار میگویند که این غرور و این تعریف کردن، همچید کردن، سپاسگزاری میکنم از ایشان و استاد مهدی ابتهی. چه فرق است ای پسر از جسم تا جان، چنان دان فرق از اسلام و ایمان. بدان که اسلام باشد حکم ظاهر، بود ایمان نصیب جان ظاهر. تو شرح صدر از اسلام میدان، که مکتوب است اندر قلب ایمان. مسلمانی به دنیا سود دارد، بود بود از دهر هر که او بهبود دارد. چشمای من متاسفانه خیلی خوب یاری نمی کنه و بقیه اشعار بسیار لطیفی که توصیه می کنم همه دوستان از او استفاده بکنند و زبان حال رو در ارتباط با عرایزی که شد بشنوند. بسیار گفتار طولانی و فوق العاده محکم و مستحکم و مؤثر خواهد بود اگر همه ما بخوانیم. خانم بهار میگویند علی شریعتی در جایی گفته که خدا چقدر رنج میبرد که ما صحبت او را نمیفهمیم، حالا چقدر این ملاها جاهل هستند و وحشت کردند. عطا نوری دوست ما مرحوم فرمودند که تبلیغی را دیدم از یک آخوند رافضی که می گفت زنها باید برای زائران عراقی سرویس بدهند که خیلی ثواب دارد و بقیه اظهار محبتی که دوستان قدیم و دوستان جدید فرستادند. سپاسگزاری میکنم از محقق ارزنده و ارشمند جناب علی راشدی که وقت میگذارند و این برنامه را نگاه میکنند و اظهار نظر میکنند. همینطور تشکر میکنم از آقای نور سلطانی. سپاسگزاری میکنم از جناب زمری و سپاسگزاری میکنم از خانم اشرف تهرانی. سپاسگزاری میکنم از جناب محمد احمدی. میفرمایند سلام و درود دانشمند بزرگ عصر، صدای شما را در راه تدریس احکام قرآن و گفتار حق همیشه رسا باشد. از همه فرصت هایی که به من داده اید که این مطالب گفته بشود، ثبت تاریخ بشود و امیدوارم در گوش جان همه ما بنشیند. آخرین توضیح من این است که من با کسی هیچ نوع خصومت و دشمنی فردی ندارم
و اساساً حس دشمنی و انتقام در من وجود ندارد. من تصور میکنم که وظیفه من این باشد، مثل وظیفه همه ما، که حقایقی رو که از قرآن استنباط میکنیم خالصانه و بدون پرده پوشی با دیگران در میان بگذاریم. برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسد. دست گرم فردورد شما رو میفشارم و به امید دیدار شما فردا دوشنبه در ساعت 10 بامداد به وقت غرب آمریکا برای برنامه زنده دیگر در حضور شما خواهیم بود. پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.